انتقال موترساخت افغانستان به فرانسه و اشتراک بلک سوان یا موترساخت افغانستان در مسابقه موتردوانی لیمان. در این برنامه در مورد انتقال موترساخت افغانستان به کشور فرانسه و اشتراک در مسابقه جهانی موتردوانی لیمان میپردازیم. پس آخر ویدیو ما را همراه باشید و برای حمایت از ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و برای حمایت از موترساخت افغانستان انتاب را در صفحات اجتماعی دنبال کنید. اسم این صفحات در روی ویدیو قرار گرفته است. حتما به این صفحات سر زده برنامه هایشان را تعقیب کنید. موتر ساخت افغانستان وقتی اولین تصاویرش منتشر شد، طراح این موتر محمد رضا احمدی از شرکت این موتر در نمایشگاه موتر ژنو که در قطر برگزار می شود سخن گفت. اما بنابر دلایلی این نمایشگاه به تعویق افتاد. اما حالا آقای انجینر محمد رضا احمدی گفته است که در مسابقه موتردوانی لمانز اشتراک خواهد کرد. این مسابقه اولین بار در سال 1923 در شهر لومان فرانسه برگزار شد و تا حال حاضر همه ساله برگزار می شود و در این مسابقه موترهای اسپورت 24 ساعت حرکت می کنند و برنده موتری است که مساحت زیادی را طی کرده باشد و هیچ گونه مشکل پیدا نکند. البته در سال 2018 از 60 موتر که در این مسابقه اشتراک کرده بودند، فقط 24 موتر توانستند در این مسابقه دوام بیاورند و 5 ماه بعد این مسابقه در شهر لومان فرانسه برگزار می شود و انجینر محمد رضا احمدی و تیمشان گفتند که حداقل 10 موتر دیگر تا 5 ماه آینده می سازیم و بهترین این موتر را در این مسابقه به کشور فرانسه منتقل می کنیم و این مسابقه چه فایده به بلک سوان یا موترساخت افغانستان دارد؟ اگر موترساخت افغانستان در این مسابقه بتواند دوام بیاورد و در 24 ساعت بدون کدام خرابی حرکت بتواند، این موتر اعتبار جهانی پیدا خواهد کرد و موترساخت افغانستان فرصت برای اشتراک در نمایشگاه موتر ژنو که در قطر برگزار می شود را پیدا می کند و همچنان پیشنهادهای بزرگ همکاری دریافت خواهد کرد و این موتر تا 4 ماه دیگر به فرانسه خواهد رفت. بیننده های عزیز، آیا موترساخت افغانستان می تواند در این مسابقه دوام بیاورد یا خیر؟ نظرتان را در بخش کامنت ها برای ما بنویسید و ما به پایان ویدیو رسیدیم. سپاس از اینکه ما تا آخر ویدیو همراهی کردید. برای آگاهی از ویدیوهای آینده ما حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.